بیننده های عزیز رادیو تلویزیون ملی افغانستان و علاقمندان برنامه میهن من، سلام بر شما. امیدوار هستم صحت و سلامت بوده و لباس عافیت به تن داشته باشید. از دیار باستان بغلان با ارائه راپورتاژ حمایت مردمی از حکومت در خدمت قرار داریم. باشندگان ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه نور ولایت بغلان در یک گرد همایی بزرگ حمایت و پشتیبانی قاطعشان را از برنامه های حکومت امارت اسلامی اعلام نموده و بر اتحاد، اتفاق و همدیگر پذیریشان تاکید نمودند. صدها تن از علما، بزرگان، محاسن سفیدان و جوانان ولسوالی های خوست ها در حالی که مولوی اسدالله مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت نیز حضور داشت، در مسجد جامع ولسوالی خوست یک نشست وسیع ضمن خرسندی از تأمین امنیت مناطقشان توسط نیروهای امنیتی حمایتشان را از نظام اسلامی اعلام داشتند. در نخست رئیس اطلاعات و فرهنگ روی اهداف و برنامه های کاری حکومت امارات اسلامی معلومات ارائه داشته، جنگ های تحمیلی چندین ساله متجاوزین غربی و دشمنی های ذات البینی را عامل نفاق و بدبختی دانسته، از همه خواسته است تا اتحاد اتفاقشان را استحکام بخشیده و بر حفظ پایه های نظام اسلامی کار نمایند. این یک انعام بزرگی است که در سراسر دنیا الله جل جلاله برای کسی نداده، فقط برای مردم بغیرت و با شهامت افغانستان. الحمدلله عزت را الله جل جلاله برایش داده. ما وقتی با بر بالای مردم حاکمیت کرده میتونیم، به بالای دنیا حاکمیت کرده میتونیم وقتی که خود ما اتحاد و اتفاق و همبستگی و همدلی داشته باشیم. اگر ما در بین خود همدلی، همبستگی و اتحاد و اتفاق را نداشتیم، ما هیچ وقت به بالای کسی حاکمیت کرده نمیتونیم. از تمامیت ارضی کشور خود ما حفاظت کرده نمیتونیم. مثل که چندین دهه قبل متاسفانه، بدبختانه، از نتیجه بیتحادی و بیتفاقی ماست که 20 سال 49 ملک کشور خارجی بالای ما حاکم بود. از این قبلش اتحاد جماهیر شوروی، اونها آمدن در بالای افغانستان حمله نمودن. از این قبلش انگلیس ها آمدن و به افغانستان حمله نمودن. ذهنیت مردم ما را خراب کردند. از هر نگاه، از هر طریق، از طریق اقتصاد، معارف، صحت، علم، از نگاه ارتقا ما به طرف نزول رفتیم. ای چی وجه است؟ وجهش این است که به خاطر آوردن قدرت، به خاطر پیدا کردن جاه و جلال و اقتدار، ما یکی دیگه خود از پای گرفتیم. به مردم اجنبی آمدن، ما را زدن، کشتن، بندی کردن، بی عزت کردن، در دادن مساجد، مدارس، شعائر دینی ما را، علمای ما را بسته کردن، بزولانه بسته کردن، کشتن، به شهادت رساندن. حفاظ قرآن کریم را اونها به شهادت رساندن. مساجد و مدارس را بمبار کردن. بخاطر از این که دیگه طایفه ما قدرت پیدا کنه، بخاطر از این که دیگه طایفه ما دلاری شوه، بخاطر از این که دیگه مردم ما کشته شوه. علما نماینده رسول الله است، خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم است، وارثین رسول الله صلی الله علیه وسلم است. با علمایتان یک جا شوین، با علمایتان جمع شوین، با علمایتان وحدت پیدا کنین، با علمایتان نزدیک شوین، با مدارستان نزدیک شوین. مدارس و مکاتب سنگر اول اسلام است. باید فاصله ای که بین مکتب و مدرسه سی را گم کنین. باید هر مکتبی طالب مدرسه باشه و هر طالب مدرسه باید بهترین مکتبی باشه، باید بهترین پوهنتونی باشه. این فاصله باید گم شوه. این فاصله را غرب و شرق در بین ما مردم آورد. غرب و شرق می فهمیدن اگر این دو سنگر اگر یک جا شد، ما با بالای افغانستان حکیمیت نمیتانیم. اونها آمدن این سنگر را جدا ساختن. بیاین که این سنگر اولین اسلام را باید ما شما از خود کنیم. اولادای خود با مدرسه، با مکتب، با دارالحفاظ، علمای خوب داریم الحمدلله. چقدر علمایی که در خوست هاست، ما به این متیقین هستیم که در خوست های ما ایسی ولسوالی مثلا با خوست های یاد میکنیم، در ولسوالی های خوست های ما خصوصا این طور علما موجود است.
اگر یک فنی از علم ما از دنیا برطرف شوه ما متیقین هستم که اونها از سر امی علم باز نشته کده میتانه. این مردم ما به اتحاد و اتفاق بود در مقابل نظام شستادگی نکدن، با نظام خود بودن. ما به این باور هستم که هیچ جوان ما بعد از این خارج به مزدوری کسی نمیاد انشاءالله، و هیچ کدام ما برای غرب محتاج نمیشیم. با اقتصادی بسیار ضعیفی که شما باور بکنید که فلان تو یک کارای پروژه‌ای در افغانستان ادامه پیدا کرده که یک حکومتی که 20 سال 30 سال حاکم باشه به این رقم کارا رو به پیش برده نمیتونه. یک چیز باید ما شما آگاه باشیم، کلمه شما باید خلاص باشه که امارت اسلامی مربوط قوم نیست، مربوط زبان نیست، مربوط سمت نیست، مربوط ملا و طالب تنها نیست. امارت اسلامی از همه ما شماست. اگر ما و شما این حکومت را از خود دانیسیم، حکومت بغلش بسیار باز است. علیه السلام و سلام مبارک می فرماید کسی که جنگ کرد با یک دیگر با بنای عصبیت، او از جمله امت های ما نیست. سبحان الله، استغفر الله. و کسی که مرد در عصبیت، پیغمبر صلی الله علیه و سلام می فرماید که از جمله امت های ما نیست، نعوذ بالله. بیاین ما و شما خود را در ترازوی شریعت، خود ما و شما را وزن بکنین که ما چقدر با شریعت هستیم و ما چقدر از شریعت، ما و شما چقدر ما دور هستیم، نعوذ بالله. ولا تفرق و تفریق اندازی نکنین. یک چیز است که یک نفر از قوم خدا دوست داره، او را تعصب نمیگه. تعصب چیست؟ یک از بزرگان پرسیدن که تعصب چیست؟ گفتن تعصب این همی است که تو با یک ظالمی همکاری میکنی برای از اینکه قوم ماست، قبیله ماست، از دل ماست، از تنظیم ماست، از پره و جنپه ماست، از همک بچه های ماست. چی کنیم؟ والا علی مجبور هستیم حقیقت همک بچه خود استاد شم. لعنت به این رقم همک بچه که ظالم باشه و لعنت به او رقم نفری که همراه او ظالم همکاری میکنه. اینجا نظام است، ملک الطوایفی نیست، قماندان سالاری و پاتک سالاری نیست. اینجا هر مسئولی که در اینجا است نماینده امیرالمومنین است. اگر این نماینده امیرالمومنین هم خلاف امیرالمومنین کرد، شما میتونین که یک چند نفر دو ولایت برین. ما هر سر به سر، ما هر سر به بالای خود سر داره. ولسوال خلاف کرد، قماندان امنیه خلاف کرد، مدیر استخبارات خلاف کرد، مدیر امر به معروف، یعنی هر مدیریت که اینجا هستن اینها نماینده امیرالمومنین هستن. این رقم نیستن که هر کس ما ولا رئیس سب شدیم ما به بالای مردم ما زور گویی بکنیم، مردم را بیاب کنیم، مردم را بیزت کنیم، مردم را کش کنیم. کلا و حاشا، هیچ امکان نداره. اونهایی که دشمنی شخصی دارن بیان دم حاکم، مشکل شخصی خود دم حاکم چی کنه، حل و فصل بکنه. به این رقم نیست که ما در رقیب تو ما تفنگ ما بگردان و ما تو را بکشم. این یک چیزی بدبختی است که در اندراب ها هم همین مشکل وجود داره، در این ساحات هم از در مناطق ما هم هستن این مشکل. بیاین برای ختم از این مشکل اتحاد، اتفاق، همبستگی، همدلی، همپذیری و فیصله خدا به قرآن و به سنت بکنین. همچنان علما در این نشست ضمن حمایت و پشتیبانی از برنامه های حکومت از رهبری امارت اسلامی خواستند تا زمینه های کاری برای جوانان در این ولسوالی ها را مهیا ساخته و جوانان بتوانند در کنار حکومت کار نمایند. این یک نعمت عظمای پروردگار است که بر بالای زن و مرد مسلمان و خصوصا ملت افغانستان و بالخصوص ملت مظلوم این ولسوالی های سیگانه خوستها که امروز پروردگار یک انقلاب را در نظام می آورد، نظامی که وحشت است، نظامی که دهشت است، نظامی که خانمان سوز است، نظامی که قتل و قتال و رشوت و خدا ناشناسی است. پروردگار عالم به نظام تبدیل می کند و به نظام منقلب می کند که نظامی که در زیر سایه قرآن، نظامی که در زیر بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله که آرمان هر مؤمن و مسلمان است می آورد. برادران عزیز، دوستان گرامی، ما و شما باید این شکر پروردگار را به جا بیاوریم. این فضل و احسان پروردگار است که امروز قرآن بر بالای ما و شما حاکم می شود. ما در زیر
چتر قرآن زندگی میکنیم و این نظام حکومت اسلامی نظامی است که قرآن دستوراتش است. قرآن را برای مردم راه کسا مهربانی میکند، برای مردم راهنمایی میکند، کسا طبق قرآن عظیم شان رفتارشان است. برادران گرامی، واقعتا نظام حکومت اسلامی که ای آرامش است، ای آسایش است، وحدت است، همبستگی است، یکدیگر پذیری است، در جای هیچ تعصب و عصبیتی وجود ندارد. برادران عزیز که فارسوان به طرف فارسوانیت، پشتون به طرف پشتونیت دعوت بکند، پروردگار امر میکند که واعتصموا بحبل الله، شما چنگ بزنید بر عثمان پروردگار، که عبارت از قرآن است. دوستان گرامی، امروز ای کفر پلیدی که اعلان میکنه حقوق بشر، اعلان میکنه حقوق طفل، اعلان میکنه حقوق زن، برادران عزیز کدام حقوق زن، کدام حقوق طفل، کدام حقوق بشریت؟ امروز اگر حقوق بشریت را این کفار پلید میدانستند، چرا امروز به میاتون میسازند؟ چرا امروز کارخانه های سرای هستوی را فعال میکنند؟ آیا این حقوق بشر است؟ آیا حقوق بشر ای است که به یک فیر از سرای هستویش یک ولسوالی، یک ولایت، یک کشور را خراب بکنه؟ حقوق بشر همی است. حقوق بشر چنین نیست برادران عزیز. حقوق بشر در قرآن است که حق مظلوم را از ظالم گرفته شود. حقوق بشر در قرآن است که باید مسلمان ها در امن و امان زندگی بکنه، وحشت و دهشت در مابین مسلمان ها نباشه. ما شما شاهی صحنه ها بودیم که در تمام افغانستان بنام سیستم اربکی و مسلح های دیوانوار، دیوانه مسلح های غیر مسئول، مسلح های جاهل و بیرحمه که انواع مظالمه از بینوموسی و چپاول و غارت اموال مسلمان ها شروع تا بیزتی از علما تا شخصت های ما شما روا داشتن. آن چیزی که در عقل انسانی وجود داشت، یک ظالمی که حتی چنگه در افغانستان آمده بود، در افغانستان بی از وزر دکه بود که مسئله های غیر مسئولی گذشته کار کردن، در از نظام فاسدی غیر مسئولی که هیچ احساسی مسئولیت نداشت، در محاکم، در عدل انصاف و قضاوتشان، قضاوتشان بر مبنای فرمایشات بزرگاشان بود. حق یک مظلوم به ده مرتبه خبر میشه که به محاکم وجود میداشت، حقش پایمال بود و بسش نمیرسید. یک تفاوت است که در مجموع حلقه کفر دی وطن شکست، بر رسوایی بیرون رفت. انسان های غیر مسئولی که در گرده های مسلمان ها استوار بودند، از بین رفتند، ملغا شدند و بالاخره سیستم قلدری از افغانستان سقوط کرد. مشکل اساسی با شما هر نظامی که باشه مسئولیت داره که باید در نظام قلدری را باید گم کنه. قلدری باید نباشه. هر کس خود با قانون، از عالم تا جاهل، از پادشاه تا گدا، از صاحب‌دار تا فقیر، باید خود را منقاد قانون بداند. این موضوعی است که قابل انکار نیست و چیزی به شاهد و محسوسی بوده که ما شما دیدیم. موضوع دوم، تعاون و همدردی و همکاری با نظام اسلامی. بر ما و شما مسلمان هاست که امنیت نسبی که روز آمده، ما در 40 سال امنیت نداشتیم، این را باید ما نگاه بکنیم. در نظام ها است تکتگاه شاید باشه، نظام ناپای است، جوان است، هنوز بیعدادی ها شاید باشه، ولی ما شما تحمل داشته باشیم. امنیت مسلمین نسبت به قدر یک امیر غدار خیلی مهم است. اگر ما شما تجاوز بکنیم، اگر ما شما بغاوت بکنیم، امی امنیت سرتاسری به شما در هم برهم میشه. پیغمبر ما شما یاد داده که نه، چیزی که او معصیت بکنه معصیت بد ببین و بد بگو، اما در برابرش از اطاعت دست نکش. اگر اطاعت نکنیم، ما تجاوز بکنیم، این امی امنیت ما از بین میره. ما سالها حکومت بسازیم و ایران کنیم، بیاین برادر با حکومت و همدردی بکنیم، ببینیم که حکومت چی میکنه. حکومت ما تعاون بکنیم کارای نکشه، ما اتفاق اتحاد بکنیم که دیگه ما خراب نشیم. و یک چیز دیگه هم حکومت ما مسئولیت داره که در برابر ملتش باید آغوش باز باشه. همان طوری که میگویند که ما در همه اقوام افغانستان در نظام شرکت داره، باید شرکت داشته باشه. هیچ تفاوتی بین اقوام افغانستان نبوده. اگر کسی من در جهاد طول نشده که با وزن طول شوه، یک سه جهاد، یک پنج سه جهاد کرده، در جهاد باید نه در مسلمان ها شریک هستی، ملت افغانستان است. باید به خاطر که ما از احتیاج و فقر و تندرستی خلاص شیم، یک نظام خودکفا داشته باشیم و ملت برای همیش از ما حمایت بکنه
کوشش کرد شخصیت هایی که فاسد و ظالم بودن قلدر بودن این وطن رانده شدن ان شاء الله دیگه نمیاد ما بعدا نمیخیرن پیش انسان هایی که ما به سال حدیث پیغمبری خواست لا یول دقل مومن جوهر واحد مرتین مسلمان عیال و ظریفه از یک سال دو مرتبه گجیده شد ما شما به سال قلدر گجیدن به سال این وطن فروش های غربی گجیدن سرانجام اینا رفتن پیش کارش رفتن بدل ما شما نمیخیرن ما از نظام اسلامی تقاضا میکنیم که ما نظام حمایت میکنیم با جان و دل همین قسمی که مجاهدین خون داره خون مجاهد ما هدر نمیبریم به حرمت نمیسازیم اما یک خواهش کلان داریم ما جوانای متعهد مؤمن مسلمان اهل کار شایسته و کاردان از هر قوم بدون تعصب و تحجر در نظام باید داخل بکنن که ما به خاطر اینکه در آینده های نزدیک ما شاهد یک حکومت خودکفا حکومت قوی و مزدم باید داشته باشیم باید باشیم حق تعالی میگه که من ایام دنیا را دست به دست به مردم میگردانم دیروز اگر به دست کمونیست و داری و مسلمان و خلقی و پرچمی و ستمی و شعله‌ای و افراطی بود الحمدلله والمنه امروز به دست علما مشایخ کرام همه مجتهدین همه داد از اسلام از شریعت اسلام میگه بسیار جای شکر است الحمدلله و المنه شاعر مهربانی میکنه که زی اتفاق مگس شاد میشود پیدا خدا چه لذت شیرین در اتفاق افتاد مرام میمون صاحب مامی بود که شما ملت دور افتاده و عاجز و بیچاره و مردم عربی و کوسار گشنه و لش و قرضار و بدبخت هستین دیگه شما باید در فرهنگ امرای ما در امارت اسلامی همکاری داشته باشین هم نوایی داشته باشین در اتفاق چرا قبلا مهربانی کردن که انگلیسا را کشید کی کشید مردم افغانستان متفق بود اتحاد بود کشید اگر اروسا را کشید ما شما یاد داریم اروسا را مردم تاجک هزاره افغان و اردو هر بلایی که در افغانستان بود اتفاقت یهودا را بر رسوایی و فضاحت کشید کمر بسته کردن در راه خدا به خاطر دین مقدس اسلام به خاطر اشعای اسلام به خاطر چوکی نبوده اگر یهود کشیدن همه می مردم و مسلمانی افغانستان بودن آل ما و شما و رسولی خوست مسئولیت داریم در فرهنگمان در اتفاق و اتحادمان باید که هیچ خدای نخواسته مخالفتی نداشته باشیم دست بالا که دعا کنیم که ما متفق هستیم متحد هستیم با امارت اسلامی همکاری داریم هر کس خدای نخواسته منافقت میکنه هر کس بدگویی میکنه کسی که میشنوه او را گوش میگیره در گناش او هم شامل میشه اگر گوش نمیگیره دیگه با امارت اطلاع بده که فلان کس مقابل امارت اسلامی تخریب داره چی در فرهنگ چی در تعلیم باز یک خواهش ما از امارت دارم اگر مردم فرهنگش پیش میره اگر طالبش عالم میشه اگر قاریش قاری میشه اگر برادرهایی که مکتب میخوانن اونا مامور و مثلا کس برا تخنیک یاد میگیرن بسیار گپی خوب است به تلاش شماست شما این مدرسه را تقویه بکنین شما طالبا را ترجیح بدین شما علما را ترجیح بدین شما گوا مثلا فرهنگ پیش ببرین ما همراهتان همکار و همنوا دعا بکنین که هیچ مخالفت نداریم اللهم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق پیغمبر از اختلاف پناه خواسته از خدا ما و شما ما از اختلاف پناه می خواهیم خداوند امارت اسلامی را دوام بده ما و شما را خدا توفیق بده روز قیامت زیر بیده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حشر بگردانه بله بیننده عزیز و شنونده گرامی ولسوالی خوست ولایت بغلان بیش از 150 هزار نفوس سرشماری شده است که یکی از واحدهای اداری درجه دوم ولایت بغلان به حساب می رود و بیشتر مردم این ولسوالی ها زراعت پیشه می باشند. تا راپورتاژ های ویژه که باز هم از ولایت بغلان در خدمت شما عزیزان قرار می گیریم هر یکتان را به الله بی نیاز می سپارم. الله یار و مددگارتان باد.